خانم آقایون، درود بر شما. سلام عرض کردم و امروز روز جمعه نوامبر ششم و تقریبا در حدود کمتر از دو ماه داریم به آخر سال. همونطور که شما دیدید 100 میلیون نفر رو نذاشتیم سرطان بگیرن، نذاشتیم بمیرن و اون آقای دکتر خیلی معروفی که اومد و گفت که شما عرض کنم بزرگت سرطان میگیری، این آقا عرض کنم بزرگت سرطان نیومد و در حدود 100 میلیون نفر در آمریکا نمردن، نه در تمام دنیا نمردن. برای این از خدا ممنونیم و متشکریم. برنامه این هفته، یعنی این ماه ما، نیوزلتر، همونطور که میبینید نیوزلتر الان نشونتون میدم، نیوزلتر راجع به بروک اینترنشنال یونیورسیتی، یعنی دانشگاهی هستش که این از سال 1983 این باز شده، این اینترنتیه، شما هر مدرکی بخواید میتونید بگیرید و میتونید با من تماس بگیرید برای این دانشگاه. راجب عرض کنم بزرگ که Heal the Children with Cancer Worldwide، خیلی ممنونم از تمام کسایی که توی فیسبوک نوشتن که سپورت میکنن Heal the Children with Cancer Worldwide. اینو من شروع کردم و مقدار زیادی از بچه های سرطانی در دنیا خوب شدن. خیلی ممنون و از خداوند تشکر میکنم به خاطر این لطفش. عرض کنم حضورتون که این ویلشر بارینگتون فارمسی، دو تا خانم هستن که دفعه آینده اینا توی نیوزلتر خواهم بود، دو تا خواهر، چهار تا خواهرن ولی دو تاشون اینا به اصطلاح جلو کار میکنن، دو تا عقب. این خانمای دکتر خانمای خیلی با معرفتن، خیلی انسانن، خیلی با خدا هستن و خیلی کمک به همه کردن و به من و خیلی کسایی که من میشناسم کمک کردن و خیلی 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 گل و خوب هستن. عشقام بزرگتون که راجب این صفحه آخرش کانسر سنتر لب آب، لب دریاست که مردم میان اونجا و ما همش میخندیم و کانسر رو بید میکنیم. البته شما میدونید که سرطان معلوم شد که مقدار خیلی زیادش خوب شده. غیر از بنده خیلی دکترها هستن که سرطان رو خوب میکنن و با من همه در همکار هستن، من راجبشون میدونم و عدیس من راجب خودم میتونم صحبت کنم که هیچ ناراحتی برای کانسر نبوده و نیست و واقعا من باید دنبال یه شغل دیگه بگردم، برای که من این رو میخواستم درست کنم که درست کردم و الان مردم دارن خوب میشن و من نمیدونم دیگه چه راهی، چه برنامه‌ایه. شاید برگردم برم دفتر حقوق باز کنم و شروع کنم کارهایی که قبلا میکردم، مردم از زندان میوردم بیرون، این کار رو بکنم، چون سرطان دیگه شده مثل آب خوردن. امیدوارم که دکترهای دیگه در سراسر دنیا گوش بدن و اینها بدونن که سرطان چیز مشکلی نیست. تمام کسایی که هموطن من هستن یا غیر هموطن من هستن و این برنامه رو به هر وسیله‌ای می‌بینن و اینا تلفن می‌زنن و می‌خوان که با من کار بکنن و اجازه بدن که من سرطانشون رو خوب کنم، در هر استیجی هستن، از 1 تا 4، بنده در حاضرم، در خدمتشون هستم و البته من امتحانم رو در دنیا دادم، همه دنیا می‌دونن که سرطان رو تنها کسی که خوب می‌کنه من هستم و خیلی کسای دیگه هم شروع کردن این کارو کردن و من باشون در تماس هستم، بهشون میگم چیکارا بکن چیکارا نکن و ازتون خواهش میکنم که اگه میخواید تلفن بزنید 1-10 دقیقه مونده به برنامه تلفن بزنید، الان نزنید لطفا، چون من باید یه چیزای خیلی زیادی به شما بگم که خیلی مهمه.
مقدار زیادی از خانوم ها هستن از شهرستان های مختلف به من تلفن میکنن و یه خانمی دیروز تلفن کرد به اسم زهره و این خانم گفتش که من فقط میخوام با شما صحبت کنم، نه دیدمت، نه تلویزیون دیدم، نه هیچی، راجبش شنیدم، میخوام صحبت کنم ازت و میخوام ازت تشکر کنم. و ایشون انقدر قشنگ با من صحبت کرد که من تر حدود 20-25 دقیقه باش صحبت کردم و راجب این خیلی ازش ممنونم. من میدونم ایشون بلند شده رفته خونه زری دیگه که اینا با هم تماشا کنن و الان داره تماشا میکنه منو. الان ایران شبه و اروپا هم فکر میکنم بعد از ظهر باشه. این خانوما رفتن که ببینم من چی دارم میگم. خواستم ازشون تشکر کنم، ازشون ممنونم و بهشون گفتم که شما هر چی میخوای صبح که بلند میشی به خدا بگو خدای با امید تو، شبم که میری بخوای بخوابی بگی که خدای ازت ممنونم. روی این حساب این تمام روز کارتو درست میکنه، یعنی برای من و کسایی که من میشناسم که همه درست شدن. اما راجب این صبح که من میرم لب دریا یه آقایی هستش به اسم ال. این آقا چندین دفعه تلفن کردم با من صحبت کرده اینجا و ایشون مال آمریکاست، اصلش آلمانیه و ایشون از من خواسته که بهش بگم که من ایشون رو زنده نگه میدارم 30 سال دیگه و ما با هم کنترات بستیم که ایشون 30 سال دیگه زنده میمونن و ایشون برنامه داره که چطوری شما میتونید بیشتر زنده بمونید و ایشون 30 سال دیگه زنده میمونن. عرض کنم که راجب یه مسئله خیلی مهمی که با تو صحبت کنم، هر کسی که میخواد توی فیلم سینمایی که من دارم میسازم به اسم کانسر که 1000 نفر به اصطلاح اکتور این مووی میشن، هر کی میخواد به من تلفن بزنه و اینا میتونن بیان توی این فیلم و این فیلم مثل فیلم های دیگه که من دارم اینا خیلی ساده صحبت میکنن و اون چیزایی که باید بگن میگن، مثل میمونه که مثلا با یکی دارن حرف میزنن و ما 1000 نفر نشون میدیم که اینها یا کانسر داشتن یا کانسر برادرشون، خواهرشون، فامیلشون کسی خوب شده یا اینها توی مسئله سرطان اینا اکسپریانس کردن و دیدن که چه اتفاقایی برای خانواده ها افتاد، چه کسایی خونه هاشون رو از دست دادن و آخرش این بیمارستان ها در سراسر دنیا این مردم رو کشتن. من باور نمی کنم که مریض سرطان یا هر مریضی معالجه نداشته باشه و همیشه هم گفتم خداوند ما رو خلق نکرده که بکشه، این ما خودمونیم که از بین میریم. کسایی بودن 250 سال زندگی کردن و اینها آخر ختم گفتن ما دیگه خسته شدیم، ما میخواییم بریم، که رفتن. چندین نفر که اینها در حدود 105-107 و یک نفر که سنش 94-5 سالش بود که ایشون هم دوست من بود هم مریض من بود، خودش به من تلفن زد که من میخوام بمیرم و دو روز بعدش مرد. پس بنابراین این نیستش که خیلی مردم وقتی باشون صحبت میکنن میگن اینا بدن، اونا بدن، این اینجوریه، اون اونجوری، اصلا اینا نیستش. خود شما میدونی ما خودمونیم که زندگی خودمونو انجام میدیم. من چند جلسه میذارم با اینکه صحبت بکنم که شما چجوری اشکالاتون رو میتونید خودتون رفع کنید، چطوری شما احتیاج به هیچی ندارید غیر از خودتون اگر مغزتون رو به کار ببرید. اگه یادتون باشه اسپورتس نوتریشن مدیسن، یعنی ورزش، غذا و دارو، همه اینا صحیح، توجه میکنی؟ اینا به خاطر چیه؟ اینا به خاطر اینه که شما خودتون رو مواظبت کنید، خودتون رو زنده نگه دارید و با مریضی زندگی نکنید. متاسفانه وقتی یکی سرطان میگیره اینا حالیشون نیست، نمیدونن که چی چیه چی چی نیست، ولی متاسفانه این سرطان اولش نشون داده نمیشه ولی آخر خط خیلی اذیت میکنه. این خانمی که تلفن کرد هفته گذشته، جمعه گذشته،
و ایشون گفتش که من اینو دارم اونو دارم اینو دارم، به من گفتن چیزی نیست ولی من این اشکالاتو دارم. ایشون دوست دارم که اگه ممکنه آخر برنامه به من تلفن بزنه ببینم که وقتی رفته دکترها چی بهش گفتن و فهمیدن چیزیش هست یا چیزیش نیست، که خیلی خوشحال میشم. در ضمن یه مدار زیادی در این دو سالی که من رو تلویزیون بودم، یه مدار زیادی از دکترهای خیلی معروف دنیا، یعنی اروپایی ها، اینا که مال میدلیس هستن، اینا که مال کانادا هستن، اینها چه دکترهای نچرال، چه دکترهای طب، چه دکترهای سایکولوژی، تمام اینا به من تلفن زدن، تمام اینا من رو تشویق کردن، تمام اینا از من سوالات زیادی کردن و خیلی با هم دوست شدیم، دوست هستیم. از تمام اینا دعوت میکنم که تلفن بزنن و بگن که دوست دارن تو این 1000 نفر فیلم سینمایی که داریم میسازیم باشن. این فیلم 1 سال طول میکشه، یعنی این 1996 تمامش این مردم میتونن بیان یا از هر جای دنیا هستن، ما گیرشون میاریم و باهاشون صحبت میکنیم و اینها رو همه رو فیلم برداری میکنیم و میایم میگیم. ممکنه بعضیشون عکساشون رو نتونیم بندازیم ولی خب صداهاشون رو میتونیم بندازیم و صحبت کنیم. و من میدونم مقدار زیادی از خانومها و دخترای خیلی جالبی که با من تماس بودن، از اصفهان، از مشهد، از شیراز، از کنم بزرگتون رشت، از تهران، اینا با من در تماس بودن. لطفا همشون دوباره با من تلفن بزنن اگر دوست دارن که بیان توی این برنامه. خواهش میکنم که این کار رو بکنن، که ما کاری که باشون میکنیم این است که اینها رو باشون صحبت میکنیم و اینها رو توی این فیلم سینمایی اینها رو قاطی میکنیم، قاطی این 1000 نفر، یعنی اینا میشن یکی از اون 1000 نفر یا 2 تا 10 تا 20 این نفر. مقدار زیادی از اروپا تلفن کردن که اینا میخوان تو این فیلم باشن و ما 100% این برنامه رو انجام میدیم. مقدار زیادی از کانادا، از استرالیا و خیلی کشورهای دیگه با من تماس گرفتن که اینها میخوان تو این فیلم سینمایی باشن. و این سن و این چیزا اصلا مهم نیست، هر کسی مثلا از 10 ساله تا 100 ساله، هر کدومشون دوست داره، هر کی دوست داره به من تلفن بزنه بگه که من میخوام تو این فیلم سینمایی باشم، من شماره تلفنش رو میگیرم و اسمش رو میگیرم و باهاش تماس میگیرم و موقعی که بخوایم از این برنامه نوبت اونا بشه فیلم برداری بکنیم، فیلم برداری میکنیم. و اینها ممکنه اینها بیشتر ازشون بخوایم که برای ما عکس بفرستن که عکسشون رو بذاریم و اینا صحبت کنن که مردم بدونن با کی دارن حرف میزنن. در صورت این برنامه فیلم سینمایی به اسم کنسر و نشون بدیم که این 1000 نفر کسایی هستن که سرطان‌های مختلف داشتن. البته خب ما خیلی 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 کسا رو سرطانشون رو خوب کردیم ولی میخوایم فعلا برای الان 1000 نفر فیلم سرطان، یعنی فیلم بسازیم که اسمش از سرطان. حالا تمام مردم دنیا باید بدونن، اینه دیگه به اندازه کافی گفتم، سرطان هر نوع سرطان یعنی سرطان. اینا که به شما میگن سرطان مغز و سرطان قلب یا سرطان هیر او، اینا همش دروغه، گوش ندید. یه سرطان بیشتر نیست، هر جای بدن امکان این اتفاق بیفته. سرطان یعنی سرطان، هر جای بدن میتونه باشه، بیرون یا داخل. پس برابر این سرطانه، خوبی کردنش هم 2 راه یا 3 راه بیشتر نداره. یه راهش عمل جراحیه، یه راهش کانونشناله، یعنی همین برنامه‌ای که الان دارن انجام میدن که این رو
بعضی رو خوب میکنه، بعضی رو بدتر میکنه و این کامبک. ولی تریدمندی که بنده داشتم تا حالا و کردم تا حالا اینا بوده. بنده خون رو تمیز کردم، بنده سرطان سلاشو با داروهایی که ساختم از بین بردن. بدن الان هر کاری که من باید بکنم که مریضی که پیش من میام که سرطانش خوب کنم، بنده این کار رو میکنم. حالا کانوشنال باشه یا آلترنتیو باشه برای من فرق نمیکنه. من منظورم اینه که این مریض خوب بشه، که من وقتی صبح را میرم بدونم که این خدای ماها که ماها رو خلق کرده و خیلی بهش بیلیو ندارن، یعنی باورش نمیکنن، اِتس اوکی، ولی من میکنم. این خدا به من لطف کرده، معرفت کرده، خدایی کرده و ایشون باعث این شده که این کار رو من بتونم بکنم که اقلن بتونم اول به بچه هام، چهار تا بچه دارم، به چهار تا بچه هام بگم که ببین من این کار رو کردم. گفتم 5 سال، در عرض 2 سال این کار انجام شد. پس بنابراین الان در آمریکا سرطان پایین اومده، در ایران این همه که میگن سرطان 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 سرطان، من بارها بهشون گفتم با من تماس بگیرید، هر کی در ایران سرطان داره من بهتون گارانتی میکنم که خوب میشه. اگر شما بجنبید و وانستید که بگید فردا 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 فردا، شما میتونید سرطانتون رو خوب کنید. تا حالا همونطور شما خودتون میدونید در ایران از آمریکا من خیلی کسا رو کمک کردم، شما میدونید، همتون میدونید، تمام اون 70 میلیون، 80 میلیون، 50 میلیون، 60 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 1 میلیون، هر کدوم شماها دیدید آدم ها اومدن تو این تلویزیون گفتن چاق گنده 500 پوند پاش داشتن قد میکردن، من نذاشتم، خوب کردم. مردم اومدن اینجا گفتن ما سرطان داشتیم، این آقای دکتر ما رو خوب کرد. شنیدید؟ مردم از کانادا تلفن کردن گفتن ما این مریضی رو داشتیم، خوب شدن. مردم اون مریضی، این مریضی، این، اون، 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 کسایی که میان لب آب، ایرونی هایی که میان لب آب، خیلی ها هستن و اونا میبینن که چه لاینی وایستده که منو ببینن مردم، اینا همشون میدونن که من چقدر مردم رو کمک کردم. یه مدتی بود آقایون دکترا، آقایون مهندسا، آقایون سایکولوژی ها، پزشکی ها، دندونساز ها، دکتر، تمام اینا رو من میبردم لب آب و اینا ورزش میدادم که هنوز که هنوزه همشون زنده است، خودشون میدونن. حالا اگه میخواید تلفن بزنید و سوال دارید بفهمید. در هر صورت فکر میکنم که من راجع به مسئله لا، یعنی لیگال، اگه شما وکیل لازم دارید در لس آنجلس، ببخشید من تلفن شده، بفرمایید. سلام آقای دکتر. به 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 به، خانم خیلی عزیز، حال شما چطوره؟ حتما نباشید، خیلی ممنون آقای دکتر. جونم، یه خود بلند صحبت کن. بفرمایید. اصلا باورم نمیشد من لاغر شدی. من لاغر شدم؟ خیلی خیلی. شما راجع پوست من صحبت میکردی خانم، شما راجع پوست من صحبت میکردی. پوست اصلا باورم نمیشه، یعنی باورم نمیشه به خدا. عکس تو انداختم به دوستم نشون بدم، بگم نگاه کن تو رو قرآن مجید. آقای دکتر چقدر خوشتیپ شد، یعنی خوشتیپ بودی، اون خوشتیپ‌تر شدی. قربان شما برم. ببین اینا نمیذاره من بلندشم وایسم. من میخواستم تشکر کنم، واقعا به خدا خیلی نجات دادی. ببین خانم، شما خاطرت میاد من شما نمیشنم کی هستی خانم عزیز، میتونم اسم بگم یا نه؟ اشکال نداره. آه. خانم طاهری، خانم طاهری، شما وقتی به من تلفن زدی تقریبا در 1 سال پیش و شما خواستی من دارو براتون بفرستم،
این دارو دارویی بود که شما رو جوان میکنه و در ضمن خیلی کارهای دیگه براتون میکنه، درسته؟ بله. خانم شما چند دفعه به من تلفن کردی و من تشکر کردی توی این رادیو in front of تمام مردم دنیا؟ خیلی. درسته؟ بله. شما هر وقت اشکال داشتی، ناراحتی داشتی، رفقات، دوستات، فامیلت، خواهرت، این اون توجه میکنی؟ من با شما به شما کمک کردم، درسته؟ بله. شما میدونی که در ایران بیشتر مردم هم من دیدن، هم اسم من شنیدن، همین که از من قرص خریدن و میدونی مقدار خودت که اینا همه رو بهتر از من میدونی، شما رو اونجا هست، شما اونجایی و اینا همه سرطانشون هم بین رفته، اینا میدونی که دیگه، درسته؟ بله خدا رو شکر، به خدا واقعا شما تکید، یعنی نمیدونم چجوری تشکر کنم ازتون بابت این قرصا. خیلی متشکرم از شما. در ذهن من همه دعا فقط دعا پشت سر شماست دیگه. خیلی ممنون. که سرطانی بوده، در مرز بوده، برگشته، که من چی بگم به شما؟ خیلی ممنونم ازت، خیلی متشکرم ازت. اینا همه کارهای خداست نه من. من نماینده خدا هستم، شما هم همه هستی، شما دختر خدایی، من پسر خدا هستم، این تمام ماها بچه های خدا. آقای دکتر من به هر که میرسم شماره میدم، میگم یعنی ناراحت نباشید که سرطان دارید. باری کرده آقای دکتری هست که تو آمریکا این دارو رو میده، شما خوب میشید، نگران نباشید، من خودم دیگه خودم نگران نیستم. معلومه که نیستی، مگه من میذارم شما رو سرطان بگیری؟ اصلا من بهتون گفتم که من مامانم سرطان داشت. بله. مادر بزرگم سرطان داشت. ولی اون موقع شما نبودید که بله و متاسفانه نبودم، درسته درسته. بله خیلی ممنون قربان شما خام تاری، خیلی ممنون، خیلی متشکر. با خواهر سلام برسون به تمام اون همسایه ها، دوستا، تمام اون خانمایی که میان میشینن این برنامه من رو تماشا میکنن. عرض کنم بزرگ که اون خانمایی که تلفن دادی به من تلفن زدن دیروز و کسای دیگه، خواهش کنم ازشون تشکر. به قول من آقای دکتر من باشگاه میرم، شماره شما رو به همه دادم. خیلی ممنون. آقای دکتر تماس بگیرید، هم که جوون بشید، هم که داروی درست میدونم که دیگه ناراحتی، هیچ کدوم ناراحت نباشید. همینطورم هست، همینطورم هست. خیلی ممنون از شما، خیلی متشکرم. قربونت برم. خیلی ممنون. عرض کنم بزرگتون که بفرما من این خانم تالا نیدم، ایشون یک سال پیش به من تلفن زد که آقا من این مریض، این مریض، این مریضی داشتم، مریضیش خودت شدیدی. از اینا خیلی هن، نه 100 تا، 200 تا، 1000 تا، 10000 تا، 20 تا، میلیونز اینا سراسر دنیا از اینا پرن. برای همینه من روزا که راه میرم، الان که با شما صحبت میکنم، من میدونم خدا چقدر به من لطف کرده، چقدر به من معرفت کرده، چقدر به من خدایی کرده. اصلا من هر چی بگم کم گفتم. برای همینه که من متشکرم از آمریکا، متشکرم از ایران، متشکرم از هر کسی که به من یک دونه تلفن زده گفته آقا کارتو ادامه بده. چندین سال مردم به من تلفن می‌زدن می‌گفتن آقا کارتو ادامه بده، آقا این کار بکن، آقا اون کار بکن، آقا اینجوری بکن، آقا اونجوری بکن. من ازشون خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خیلی متشکر. در صورت هیچ وقت ما چی؟ ما از تشکر هر چی هم که بکنیم به اندازه کافی تشکر نکردیم. دوستان من، آقای دنی، آقای کامران، آقای نعمت، علی آقا در ایران، آقای جمشید خان، این آقای جمشید خان که براش اتفاق خیلی جالبی افتاد و ایشون جانم هلو سلام عزیز من، بفرمایید. حالتون چطوره؟ خوبید؟ قربون شما، خیلی ممنون. بفرمایید. من از شیراز مزاحمتون میشم، ایران. بفرمایید خانم آقای عزیز. خواستم ببینم این دندون من، پای دندون پایینم میگن تومور در اومده، ولی در این حال یه عده میگن خوشخیم هست. اینو من چیکار کنم؟ اینکه جراحیش نکنن امکانش هست؟ ببین عزیز من، شما سه دقیقه خیلی خوب. ببین دوست عزیز، شما پایین دندونتون تومر در اومده. تومر یه قده است، درسته؟ بله بله بله. بعد شما پیش دکتر رفتید یا نرفتید؟
دکتر رفتم یه عده میگن که این خوشخیمه، بذاری زمان ببر ببینی چی میشه، واکنش چی میشه. یه عده هم میگن که امکان داره اگر عمل بشه یه مقدار یک سال تا یک سال و نیم این یه حالت سر بودن فکتون و لبتون بشه، خوب یه مقداری نمیتونی بعد صحبت کنی. و احساس میکنم وقتی هم اومدم اینو پرش کردم گفتم مجبوری با دندون تو اثر کشی کنی، علارغم اینکه دندونم سالم بود، ولی الان که اینو اثر کشی کردم ورنش کلن خابیده. و عکس بعدی که یکی دو ماه گرفتم دیدم این رشدی نکرده، گفتم این چجوری میشه از شر این خلاص شد. همین. ببین عزیز من، شما اگه خاطر مبارکتون باید، نمیدونم برنامه منو دیدی یا ندیدی یا میدونی یا نمیدونی، بیشتر مردم که تلفن میزنن میگن ما برنامه شما رو میبینیم. ببین من تمام این برنامه ها رو راجبش صحبت کردم، به خصوص هم کار شما صحبت کردم. شما میدونی که تنها چیزی که تو بدن ما که مهمترین چیزی هست که ما داریم خونه، یعنی بدون خون ما زنده نمیتونیم باشیم یه ثانیه. پس بنابراین خون کثیف، اینطوری که من تحقیقات کردم و من فهمیدم و من ثابت کردم تو همین تلویزیون و بیرون، که خون کثیف باعث مریضی میشه، خون تمیز باعث مریضی نمیشه. تا اینجا قبول داری یا نه؟ بله. اوکی، حالا پس بنابراین شاید این تمیز کردن خونتون به شما کمک کنه. ترجمه می‌فهمی چی میگم؟ بله. حالا شما اگر سرطان باشه که این کار به شما کمک میشه. هنوز تو لاین هستی یا نه؟ بله هستم. عرض کنم با زودو که من جای شما بودم، یعنی من چی کار میکنم خودم، این قرصی که خون منو تمیز بکنه این رو من از من میخریدم و این رو میخوردم و میدیدم نتیجه چی میشه. اگر این قده سرطانی بود، همونطور که شما میدونید داروشو من دارم و اون دارو هم براتون میفرستم و شما این کامپلیتلی اینو چکار میکنی؟ اینو از بین میبری. در صورت شما تو لاین باشید آقا، من میخوام با تون صحبت کنم. آقایم و خانم ها، روز خوبی داشته باشید یا شب خوبی داشته باشید، هر جا دنیا هستی. برنامه من تموم شد، هفته آینده میبینم اتون. ساز سناست، صدایی به وسعت کهکشان. معین پاسارگاد انترتیمنت با افتخار تقدیم میکند شنبه هفتم نوامبر اورلاندو فلوریدا، همراه با ارکستر اختصاصی خود. برای اطلاعات بیشتر به پیج ان.معین مراجعه فرمایید. We'll be right back.